میهمان اول برنامه امشب ما آقای حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی در هامبورگ. آقای شریعت‌مداری در زمان انقلاب 57 رهبری حزب خلق مسلمان در ایران عهده‌دار بودند. آقای شریعت‌مداری خوش اومدید به برنامه. زمانی که شنیدید که در پشت بام مدرسه رفاه اولین اعدام ها انجام گرفتند، واکنش شما چی بود؟ اون موقع ما به این اعدام ها اعتراض کردیم. از اولین اعدام ها پدر من، حزب خلق مسلمان و من معترض این اعدام ها بودیم و از همون روی پشت بام رفاه، و هیچ موقع اعدام ها رو ما در حقیقت نظر موافقی بهش نداشتیم. وجود دادگاه های عادلانه برای متهمترین افراد هم جزء بدیهیات بود، ولی متاسفانه این نظام اعدام را یک وسیله انتقام‌جویی و یک وسیله‌ای برای به وجود آمدن حالت رعب که ملات استقرار این نظام بود می‌دانست و از اینها به این منظور استفاده می‌کرد. بنابراین این اعدام ها رو از روز اول در حقیقت نه فقط به منزله یک وسیله سیاسی هرچند مذموم و ناپسند، بلکه وسیله استقرار نظام و وسیله انتقام جویی از گذشتگان می‌دانست. اولین حاکم شهر جمهوری اسلامی ایران آقای خلخالی، شیخ صادق خلخالی، بارها گفتند که معتقد بودند که پدر شما مرحوم آیت الله العظمی شریعت‌مداری میبایست اعدام بشن، برای اینکه خیلی از فتنه ها به گفته ایشون زیر سر پدر شما بود. بله، ایشون بعد از کشف اون چی که کودتای قطب‌زاده نامیده شد، یعنی در حقیقت نقشه‌ای که برای بی‌اعتبار کردن پدر من و خانه نشینی او کشیده بودند و آقای قطب‌زاده ندانسته در دام این نقشه افتاد و به وسیله حزب توده و آقای احمد خمینی، آقای ری شهری و دیگران اجرا شد. البته با اطلاع آقای خمینی، آقای خلخالی در مجلس گفته بود که آقای شریعت‌مداری باید اعدام بشه. بسیاری معتقدند که انقلاب 57 از مسیر اولیه خودش منحرف شد، یعنی به خواستهای مردم، خواستهایی که برای اون مردم علیه نظام پادشاهی به پا خواسته بودند و نتونست محقق بکنه. آیا به نظر شما نخواست، نتوانست، یا اصولا این خواستها با خواستهای کسانی که رهبری انقلاب 57 رو داشتند متفاوت بودند؟ ببینید، ما از ابتدا با انقلاب مخالف بودیم. ما فکر میکردیم که گزینه معقولتر رفرم، همانطور که پدر من دائم میگفت، بازگشت به قانون اساسی سال 1906، یعنی قبل از تشکیل سه مجلس مؤسسان در دوره پهلوی و تعطیل کردن مشروطه به یک معنایی و اضافه کردن اختیارات شاه در قانون اساسی است. قانون اساسی که خونبهای پدران ما بود که برای مشروطه انقلاب کرده بودند، و هیچ ناگزیر نبودیم که ما یک تغییر نظام بدیم یا انقلابی کنیم که نتیجه اون آمدن یک نظام اسلامی به رهبری آقای خمینی و یک عقبگرد چند قرنی باشه. ولی هنگامی که انقلاب شد، البته در مقابل اون نایستادیم. سعی میکردیم که این انقلاب رو تا اونجایی که از هزینش رو کمتر بکنیم. این وقتی میگم ما، منظورم آنهایی بود که در حقیقت در مکتب آیت الله شریعت‌مداری آموخته بودند و بنابراین سعی میکردند که نظرات ایشون رو منعکس کنند. عده کمی نبودند اون موقع. متاسفانه خب جامعه بر راهی رفت و عمدتا نه فقط خود جامعه، بلکه رهبران سیاسی و رؤسای احزابی که در ایران بودند اون روز، همه طوری تسلیم شده بودند که در حقیقت آقای خمینی هزینه زیادی برای
استقرار این نظام رو به وحشت نپرداخت و اونها به یک نحوی تقویت کردند این نظام و کمک کردند و بعدها گفتند که البته غافلگیر شدیم یا گول خوردیم یا انقلاب رو بوده شد. هر تعبیری به کار ببرم به نظر من واضح تر از اون بود که احتیاج به این تعبیرها داشته باشه. آقای خمینی تقریبا درست است که بعضی جاها صحبت از دموکراسی کرده، ولی در پاریس هم 190 سخنرانی های ایشون متکی بر این است که ما یک نظام اسلامی میاریم و بر طبق شریعت اسلام حکمرانی میکنیم. قبلا هم ایشون کتاب های خودشون رو نوشته بودن و نیت ایشون واضح بود. بنابراین به نظر من این انقلاب منحرف نشد. از ابتدا سازمان فدایان اسلام، حزب توده، بخشی از فعالین ملی مذهبی و آقای خمینی کمک کردن تا این نظام پا بگیره و بقیه هم به دنبال این نظام افتادند و هورا کشیدند و شعار دادند و کار به اینجا رسید. با سپاس از همراهیتون. خواهش میکنم.